در روزهای پسین ولایت‌های چون کندهار و نیمروز گواه رویدادهای خشونت در برابر زنان و قتل آنان از سوی مردان بودند. از همین رو کمیسیون مستقل حقوق بشر با ابراز نگرانی از این رویدادها میگوید که در 6 ماه گذشته 100 رویداد قتل و 13 رویداد آزار اذیت جنسی زنان را ثبت کرده است. معلول شدن زنان، مشکلات روحی روانی که با وجود میاد، پیامدهای دیگه که اینها ترک تحصیل میکنند، از منزل فرار میکنند و یا هم قتل میشوند یا خودسوزی میکنند، خودکشی میکنند. بسیار از پیامدهای زیانبار و غم‌انگیزی داره با تاسف. زرکه باشنده ولسوالی جانیخیل پکتیکا از قربانیان خشونت‌های خانوادگی در 3 ماه گذشته در کشور است. یعنی خواند امنیتی ارگانو دستگیر کرو و سفیلا دوسیه پسرمالهی که جریان لدی. اتا دی حقوق بشر پوری اونو هم طول پی خبر کرو سرانوالی پوری سی که باید دی دا مجرم باید خپل جزا تا خپل دی اعمال و جزا و بینی. زرکه را برای مداوا به کابل آوردند و او پس از جراحی کردن بینیش از سوی یک جراح افغان در کابل به خانه پدرش برگشته است. از این مناطقش که تبابت نیز و لبه فرد میگه از این پوست گرفتیم و اول زیرش همی سرحدش که بولیده بود استخوانش هم نبود از این مینیش برش جور کردیم. با باور نهادهای حقوق بشری شمار درشتی از رویدادهای خشونت در برابر زنان به علت آگاهی نداشتن آنان از حقوقشان ثبت نشده باقی میمانند. پیش از این فعالیت زورمندان محلی، عدم حاکمیت قانون و مسئولیت عاملان رویدادهای خشونت در برابر زنان از مجازات از عوامل ادامه خشونتها در برابر زنان در کشور دانسته شدند.